دهم نویبر اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در پرد حربی جزء اتمهای وزارت کارهای داخلی به مناسبت روز میلیتسیای تاجیک اشتراک و سخنرانی کردند. بعد اجرای سرود ملی از جانب اشتراکچیان پرد نظامی پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان سخنرانی نمودند. کلی کارمندان مقامات کارهای داخلی مملکت و حاضرین را به افتخار جشن کسبیشان روز میلیتسیای تاجیک صمیمانه تبریک کردند. تاکید گردید که مقامات کارهای داخلی مملکت در 30 سال دوران استقلال دولتی با وجود مشکلات زیاد سالهای اول صاحب استقلالی به یک ساختار مقتدر حفظ حقوق کشور تبدیل یافته، امروز قادرند که یک جا با دیگر ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق بر ضد همه گونه عملهای جنایتکارانه، یعنی عنصرهایی که به امنیت و ثبات داخلی دولت و جامعه و عموما زندگی آسوده مردم تاجیکستان خطر ایجاد میکنند، مبارزه برند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان خدمت کارمندان مقامات کارهای داخلی را خصوصا در برقرارسازی ساخت کنستیتوسیونی، مبارزه بر ضد گروههای خیانت پیشه و جنایتکار و در کشور تامین نمودن صلح و آرامی و ثبات سیاسی بسیار ارزشمند و برجسته معنی داد کردند. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان از جانفدایی صدها نفر کارمندان مقامات یادآور شده، تاکید داشتند که حکومت و مردم سپاسگزار تاجیکستان فداکاری و جانساری و خاطره نیک آنها را هرگز فراموش نمیکنند. تاکید گردید که حکومت مملکت برای زینه به زینه بهتر نمودن شرایط خدمت و زندگی کارمندان، بلند برداشتن سطح حفظ اجتماعی حیات شخصی و تقویت بخشیدن زمینه های مادی و تکنیکی مقامات میلیتسیا تدبیرهای مؤثر می اندشد. تنها در 10 سال اخیر حجم مبلغ‌گذاری مقامات میلیتسیا از حساب بودجه دولت بیش از 150% افزوده، مزد مهنت کارمندان به حساب میانه 3 برابر زیاد کرده شد. در این مدت بیش از 750 نفر کارمند و آیله های بسرابان مانده کارمندان میلیتسیا با منزل استقامتی و زیاده 3000 نفر با قطعه های زمین نزدی حولگی تامین کرده شدند. از جمله امروز در روز عید کسبی باز 40 نفر کارمند میلیتسیا در شهر دوشنبه صاحب منزل استقامتی گردیدند. حالا در پایتخت مملکت ساختمان باز یک بنای استقامتی بسیار آشیانه برای کارمندان مقامات کارهای داخلی ادامه دارد. با فرمانهای پرزیدنت مملکت در دوران استقلال 100 نفر با رتبه های عالی افسری و 670 نفر با مکافات های دولتی سرفراز گردانده شدند. همچنین با دستگیری و مبلغ‌گذاری دولتی تنها در ظرف 10 سال اخیر در شهر و ناحیه‌های گوناگون کشور 1053 انشاءات و بناهای نو ساختار و شعبه‌های وزارت کارهای داخلی، منطقه‌های مأموری و نقطه‌های تکیه‌گاه میلیتسیا بنیاد و ازنسازی گردیده، با مؤثرترین شرایط کاری و دستگاه و تجهیزات ضروری مورد بهره برداری قرار گرفتند. هدف اساسی حکومت مملکت توسط بنیاد و ازنسازی مؤسسه های تعلیمی و تامین نمودن آنها با تجهیزات و شرایط مؤثر توسعه بخشیدن به روند آماده سازی کادرهای بلند اختصاصی ملی میباشد. یکی از ساختارهای مهم وزارت کارهای داخلی ثمره زمان صاحب استقلالی تاجیکستان قشنهای داخلی همچون جزء قواهای مسلح مملکت در تامین امنیت دولت و ثبات جامعه نقش نظر رس دارد. ضمن سخنرانی پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان وابسته به وضع مرکب سیاسی و حربی و امنیتی و جمعیتی در منطقه و جهان اندیشه‌رانی کرده، تاکید داشتند که چنین شرایط هر یک کارمند مقامات را وادار می سازد که هوشیاری و زیرکی سیاسی را از دست نداده تمام سعی و کوشش خود را جهت پیشگیری نمودن جنایتکاری علل خصوص جنایت‌های متشکل فراملی از قبیل اکستریمیسم و تروریسم، معاملات غیرقانونی مواد مخدر و سلاح روانه سازند. تاکید گردید که مردم تاجیکستان در سیمای کارمندان مقامات حفظ حقوق و ترتیبات حامیان زندگی آرام و آسوده خود، محافظان شرف و منفعت‌های شهروندان، نظام و ترتیبات جمعیتی و امنیت و ثبات را می‌بینند. در آخر پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با اطمینان اظهار داشتند که کارمندان مقامات کارهای داخلی و افسران و سربازان دلیر و شجاع منفعت‌های دولت و ملت و آبروی کسبی خود را مقدس دانسته با سوگند یاد کرده در آینده نیز صادق می‌مانند و رعایت بی‌چون و چرای قانونیت و اجرای طلبات آیین‌نامه های حربی و نظامی خدمتی را در صفای مقامات باز هم تقویت می بخشند.
در چورابینی تنتنوی با افتخار روز میلیسیای تاجیک با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با سه کارمند مقامات برای خدمت‌های شایسته رتبه‌های خدمتی سپاریده شد. سپس با امر فرمانده پراد به مناسبت روز میلیسیای تاجیک پراد حربی آغاز گردید. در پراد حربی کارمندان ریاست و شعبه‌ها، خدمات، جزء و تام‌های خشن‌های داخلی و دیگر ساختارهای ترکیبی وزارت کارهای داخلی شرکت ورزیدند. مورد ذکر است که در برابر مردان، اینچنین زنان و بانوان تمام شاخه های مقامات کارهای داخلی در پراد نظامی فعالانه اشتراک کرده با مارش تنتنوی قدم زدند. با اساس گذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، سرفرمانده عالی قوه های مسلح جمهوری تاجیکستان، شرف! پراد نظام با مارش تنتنوی. موفقی روته ها، روته اول روبرو، دیگرمون براز گرد، توجه براز، در مسافه یک صف بند، با قدم مارش. با امر فرمانده پراد نخست با قدم های صفی دانش اندوزان اکادمی وزارت کارهای داخلی گذشت نظامی را آغاز بخشیدند. اینک به سوی منبر افتخاری نزدیک می شود. البته در هر دور زمان کادرهای بالایافت و متخصصان ورزیده ساحه محک اساسی همه گونه ساختار و مقامات را تشکیل می دهند. این است که متخصصان کسبی برای مقامات کارهای داخلی مملکت در اکادمی وزارت کارهای داخلی آماده کرده می شوند. این اکادمی سال 2000 در زمینه مکتب عالی وزارت کارهای داخلی تأسیس یافته بود که عین حال بیش از 80% هیئت رهبری کننده مقامات کارهای داخلی را محض ختم کنندگان همین مکتب عالی تشکیل می دهند. در برابر استادان و کورسانتان اکادمی امروز در این پرد حربی هیئت شخصی ریاست شناسنامه‌دهی و بقیدگیری، ریاست وزارت کارهای داخلی در نقلیات، ریاست تفتیشاتی و تحقیقی این مقامات، ریاست بازرسی دولتی اوتوموبیلی، کارمندان ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه، سر ریاست دولتی آتش نشانی، دسته های اختیاری و ذخیره های وزارت کارهای داخلی، جوانان فعال گروه اوانگارد، خدمات دولتی محافظه وزارت کارهای داخلی، ریاست کافتکاوی جنایتی، واحد مخصوصی مقامات کارهای داخلی، کالج آتش نشانی، کالج میلیسیا، جزء تام های خشن های داخلی و ریاست واحد های تعینات مخصوصی این ساختاری قدرتی امروز پهلو به پهلو صف کشیده با قدم های متنتن گذشت نظامی دایر می نمایند. به این مردم سنا باد و سنا باد، جنایت در همه عالم فنا باد، برای راحت اهل جماعت میلیسه حامی قانون بقا باد. ای میلیسه منزلت آباد باد، پیکرت پر زور و قلبت شاد باد، باش با انصاف و محبوبی همه، کاری تو سرچشمه امداد باد. در دوران 30 استقلال دولتی تاجیکستان محبوب مست با دستگیری پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، وزارت کارهای داخلی، تمام ساختارهای قدرتی و در مجموع قوه های مسلح جمهوری رشد و تکامل یافته، آن به کفیل بخطری دولت و ملت، جاری کننده ترتیبات جمعیتی
و تأمین کننده حیات آسایشته مردمانی این سرزمین اجدادی تبدیل یافته است. البته برای نائل گردیدن به دستاورد و کامیابی های صحابی هزارها نفر کارمندان مقامات کارهای داخلی هنگام اجرای وظیفه های خدمتی جان خود را از دست دادند که فرزندان و عضو آیله های آنها دائم تحت نظارت و غمخوری های رهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان قرار دارند. با دلی پرزی مهر و وفای وطن شعله بارد زی چشمش صفای وطن، در درفشش ظفر در قدومش هنر، او قدم میزند در دفاعی وطن. با نظر داشت واقعیت کنونی به خصوص جهتی پیشگیری کردن از خطرهای افزاینده تروریسم و افراط‌گرایی و دیگر تهدیدهای زمان معاصر که می تواند به امنیت منطقه و جهان تاثیر رساند، به طور جدی تقویت بخشیدن همکاری های ساختار و مقامات کشور یک امر ضروری و طلب دائمی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به حساب می رود. همکاری های متقابلا سودمند و ثمره‌بخش وزارت کارهای داخلی با دیگر ساختارهای قدرتی و مقامات حفظ حقوق مملکت باعث می گردد که حمایه منفعت های دولت و ملت و امنیت تاجیکستان تازه استقلالمان دائم و تأمین گردیده فضای صلح و ثبات پایدار و هدفهای غرضناک افراد بداخلاق و جنایت پیشه عملهای مغرضانه ناتوانبینان دولت و ملت همان سری وقت پیشگیری و بی‌ضرر گردانیده می شود. تاجیکستان عزیزم قبله ایمان من، تاجیکستان دور من، دنیای من، دوران من، فخر دارم در کناری چون بهشت زنده ام، تاجیکستان قسمتی تو، قلب من هم جان من. کوهای و کوله‌هایت را عبادت میکنم، تاجیکستان هر گیاه و سنگی تو پزمان من. صد سپاس این زمین و این وطن باید بگفت، تاجیکستان قسمتی پر فیض و پر ارمان من. قدر این آب و زمین چون پیشوا باید شناخت، تاجیکستان از تباری آریا سامان من. تا ببینم مردمم آسوده پشتی زندگی، تاجیکستان امنی تو هم امرو هم فرمان من. هر یک کارمند مقامات کارهای داخلی ضمن شامل گردیدن به هیئت ساختارهای وزارت کارهای داخلی سوگند یاد نموده قول می دهد که تا آخر به خلق خود وطن و کاری که پیشه کرده است صادق می ماند. همیشه چون کارمند هوشیار و حقیقت جو، مردانوار و با انتظام در خدمت نمونه عبرت گردیده و انستیتوسیا و قانونهای جمهوری تاجیکستان را خطی رعایه می کند، قوت و توانایی خود و حتی در مورد ضروری حیات خود را برای محافظت ساخت جمعیتی و دولتی دریغ نمی دارد.
قسم به نام مادر و به ملتم، قسم به نام سرور و به دولتم، قسم به قطره های خون پیکرم، قسم به هر مقدسات کشورم، قسم قسم به پرچم و نشان تو، قسم به مغز ریزه های نان تو، قسم به عزم خلق صلح پرورم، قسم به سرزمین وحدت آفرم. در میدان حزبچیان حربی کشونهای داخلی وزارت کارهای داخلی قدم میزنند. کشونهای داخلی یکی از شاخه های قوه های مسلح جمهوری بوده، افسران و سربازان آن بهر پایداری و آرامی و ثبات در داخل کشور، حفظ ترکیبات جمعیتی، تأمین امنیت و بی‌ضررگردانی گروه های متشکل جنایی وظیفه های مشخص را بر عهده دارند. روز ملیسیای تاجیک در این پرد حربی هیئت شخصی ریاست کافتگاه جنایتی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان نیز در برابر دیگر شاخه های ترکیبی این مقامات بلندپایه قدرتی شرکت فعالانه می نمایند. ریاست کافتگاه جنایتی یکی از ریاست های کلیدی وزارت کارهای داخلی به حساب رفته، هیئت شخصی آن با مسئولیت بلند از وطن و وطنداری و قابلیت کسبی و اپراتیوی در تمام سمت‌های مبارزه بر ضد جنایت و جنایتکاری‌ها سهم ارزنده دارند. تاجیکستان در جهان موجود تو موجود من، محتوای تو سرودم ای وجود و بودی من، دوست دارم هر پزای و هم هوای فارمت، سجده آرم سوی تو ای کعبه مقصود من. اینک زنان و بانوان ریاست و شعبه ها خدمات و کشون های ساختارهای زیرتابه وزارت کارهای داخلی مملکت با قدم های صفی و متنتن به مرکز میدان برگزاری چاره‌بینی نزدیک می شوند. باعث خوشنودی و سرفرازی است که امروز زن و مادری تاجیک در برابر تولید رادمردان حقیقی و به آر و ناموس این سرزمین اجدادی، خود نیز سپر و محافظتگری با اعتماد وطن، تأمین کننده ترتیبات جمعیتی، مبارز ناعدالتی و قانون شکنی در جمعیت و جامعه گشته است. بجای کرته اطلس به اندام، نظامی پوش گشتیم همچو مردان، نگوید تا کسی با نوی تاجیک، نپوشد جوشنی گردان دستان. در مرکز میدان با قدم های متنتن ریاست واحد های تعینات مخصوصی میلیسیای وزارت کارهای داخلی مملکت قدم می زنند. این جزء تعینات مخصوص مسئولیت بسیار وزنین و از دیگر جانب خیلی خطرناک را بر عهده داشته. هیئت شخصی آن در تمام عملیات های بی‌ضررگردانی افراد جنایت پیشه شرکت فعالانه می کنند و همه سفارش های به ذمه داشته را سری وقت و در سطح بلند اجرا می نمایند. اینک خدمات کینولوک های وزارت کارهای داخلی با سک های خدمتی به مرکز میدان نزدیک می شوند. متخصصان کینولوک ها سک های خدمتی را با راه اصول های خاص آماده کرده، آنها را برای کارهای مخصوصی فوری جستجویی، آشکار و دریافت اسباب و اشیاء و دلایل های شیعی جنایت، مواد مخدر، شخصان گم شده، عملیات های ضد تروریستی ثمرناک استفاده می نمایند.
در تلاش آسمانی بخوار حفظ خلق نیک خواه و نیک خار تو بپا استاده شام و سحر حامی قانون چو یک شب زنده دار جشن فیروزت مبارک قهرمان در دیاری بخزانی تاجدار